دوست داری فرش و موکت و مبلو خیلی راحت و تمیز بشوری؟ پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باش. فراهم نیوز، رسانه لوازم خانگی. فرامی عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام یکی از محصولات برند بیسل رو بررسی بکنیم که همیشه توی دایرکت خیلی از همون سوال میپرسید و خود شرکت این کالا رو در اختیار ما گذاشته تا براتون بررسی بکنیم. اما قبل از همه چیز، اگر از کانال یوتیوب ما رو تماشا میکنید، ممنون میشم که حتما این ویدیو رو لایک بکنید، کانالمون رو سابسکرایب بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید، و اگر از اینستاگرام ما رو تماشا میکنید حتما لایک کنید و برامون کامنت بذارید. چون این محصول اولین کالا از برند بیسله و قرار ما کالاهای دیگه این برند رو هم بررسی بکنیم، من گفتم که یه تاریخچه از این برند رو بهتون بگم و اثبات کنم که خانما چقدر قدرتمندن و همیشه پرچممون بالاست. داستان اینطوریه که آقای بیسل و خانمشون آنا یه مغازه ظرف فروشی داشتن که گرد و غبار خیلی توی مغازه‌شون میومده و هر روز آقای بیسل باید این گرد و غبار رو تمیز میکرده. به خاطر همینم به سرش میزنه که یه جارو برقی چرخ، یعنی جارو، یعنی در واقع جاروی چرخش، حالا برقشو نمیدونم، طراحی بکنه که دیگه از دست این گرد و غبار راحت بشه. و چون این همیشه در مغازه بوده، هر کی که هر مشترکی میومده خیلی واسش جذاب بوده که این چیه، و به سرشون میزنه که یه همچین کالایی رو تولید بکنن که همه از دست این گرد و غبار اضافی راحت بشن. اما متاسفانه آقای بیسل خیلی زود فوت میکنن و بعدش اینجاست که خانم آنا به سرش میزنه که این کالا رو تولید بکنه، ثبتش بکنه و به سراسر دنیا در واقع پخشش بکنه و میشه اولین زن بازرگان توی آمریکا. و جالبیش اینه که یه هوادار خیلی 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 مشهورم پیدا میکنه که اونم کسی نیست جز ملکه انگلیس، که از این محصول خیلی خوشش میاد و دوست داره که همیشه در واقع کاخشو با همچین محصولی تمیز کنه. و این بود از تاریخچه شرکت بیسل که به نظرم خیلی جذاب بود. یه خانومی این کالا رو تولید کرد، یه خانومی شد هوادارش، و الانم یه خانومی داره واسه تو این تاریخچه رو توضیح میده و این نشون میده که خانم‌ها چقدر پشت همن. پس شما هم اگه پشت من هستی حتما این ویدیو رو لایک بکنید و حالا بریم سراغ بررسی این محصولمون که اثبات کلین مدل 3658 رو بریم که یه بررسی کوتاهی داشته باشیم. خب حالا بریم سراغ مشخصات فنی این دستگاه. اول اینکه این دستگاه دو تا مخزن داره، یکی مخزن آب و یکی هم مخزن در واقع این آب تمیز و این آب کثیف که حالا باهاش کثیفیا رو جارو میکنید. بعد اینکه این مخزن گنجایش 1.1، این 1.4، و اینکه حالا بهتون بگم چجوری برید، این خیلی راحت در میاد از اینجا، و اینکه شما از این قسمت میتونید هم آب بریزید داخلش، یعنی که اگر دیگه کاری نداشتید در دستگاه همینجا تخلیه بکنید. بعد دیگه اینم که دو تا قسمت داره، یا از بالا میتونید در واقع اینو خالی بکنید که این باز میشه، یا از اینجا که اینو باید بازش بکنید و اینو در میارید که این در واقع فیلترشه که وقتی که مثلا آشغال بزرگو کشیدید داخلش، بعد اینو حتما تمیز بکنید. اینم که باید باز دوباره تمیز بشه. فقط یه نکته که میمونه، این تهشم باز حالا فکر میکنم از بالا اینجا مشخص تر باشه، این تهشم اگه یه وقت آشغال بزرگی گیر کرده بود حتما باید تمیز بشه. بعد اینو الان من ببندم بریم سراغ اطلاعات دیگرش که ببینید روشن خاموش کردن دستگاه از این وسط اتفاق میفته که اینجا یه دکمه داره، شما میتونید روشن خاموشش بکنید و وقتی میزنید دیگه قابلیت مکش و شستشو داره. بعد اینم بهتون نشون بدم، این سیمشه که حدوداً 5 متره، و اینم لولشه که باز دوباره برای مکش آلا آب و کثیفی ها هستش که 1.3. بعد اینم به این صورت این نازلش در میاد، این شکلیه که شما اگه بخواید آشغال بزرگو باهاش در واقع جارو بکنید، اینجا بهتون نشون بدم یه دکمه داره، خب این قسمته،
اینو میزنید و این قسمت رو میتونید در بیارید فرچش رو، با این خودش جارو میکنه. و اینکه اگه بخواید آب بریزه این دکمه ها رو میبینید، اینو میزنید. اینجا هم باز دوباره بهتون نشون بدم، اینه میزنید و از اینجا که اینجا باشه چیز آب میاد. حالا اینم میزنیم سر جاش. اینم که فرچشه که در واقع با این باید بکشید روی سطحی که میخواید تمیز بشه و این قسمت هم در میاد و شما اینو میتونید تمیز بکنید. هیچ چیز خاصی نیستش، فقط برای اینکه صرفا تمیزش بکنید یه دکمه اینجا داره که حالا باز دوباره بکنم تو بهتون نشون بدم. اینجا زده ریلیز که اینجا وقتی که میزنید این باز میشه و شما میتونید تمیزش بکنید. و اینکه توان دستگاه بهتون بگم که بین 275 تا 330 و صدایی هم که تولید میکنه بین 50 تا 60 هرتز هستش. و وزن دستگاه رو هم بهتون بگم که چقدره. اینم از اینجا میره داخل، این البته یه ذره الان اینطوری میره داخل. اینم وزنشه که فکر میکنم حدوداً باید 3 کیلو باشه. حالا بریم سراغ کار با دستگاه. من الان میخوام این فرشمونو در واقع با آب بشورم، اما اگه شما دیدید مثلا لکه زیاده اونا میتونید داخل این مخزنش مواد شوینده هم استفاده بکنید. حالا بریم که دستگاه رو روشن بکنیم. خب این الان به نظرم صدایش تقریبا زیاده. حالا من الان از اینجا آب میریزم روش. و شروع میکنم به مکه. اینجا قشنگ داره تمام آبا میره داخل دستگاه. این الان نظر من کافی بودش. این تقریبا الان نم داره دیگه، خیس نیستش. و اینکه میزان کشیدن این هر چند بار که میخواییم بستگی به خودتون داره. و حالا بریم که باهاش مبلمون رو بشوریم. جمع‌بندی، به نظرم دستگاه خیلی جدیدی بود و اینکه واقعا کار کردن باهاش راحت بود. خیلی خوب تونست، حالا ما آب ریختیم، مبل رو با آب و مایع شستیم، خیلی خوب تونستش که هم آبو جمع بکنه هم شستشوی خوبی داشته باشه. یعنی آبی که ما از مبل حالا در اومد قشنگ معلوم بود که تونسته بود کثیفی‌ها رو بشوره و واقعا دستگاه راضی بودن. فقط مدلش یه بار دیگه بگم، چون اول ویدیو مدل دستگاه اشتباه گفتم که مدلش 3698 و اگر بخواید اطلاعات اضافه تر رو ازش ببینید میتونید داخل سایت آمازون ببینید. و نکته بعدی این بودش که خیلی سنگین نبود، حالا هر دوتا مخزنش هم پر شد. مثلا اینطور نبودش که یه خانوم نتونه ازش استفاده بکنه. و در آخر همینو بگم که اون سری که حالا باهاش آبو میکشید یه مقداری باید سفت بکشید، ولی اونقدر هم اذیت کننده نیست، یعنی خیلی راحت میتونید باهاش کار بکنید. و مثل همیشه بهتون قیمت دستگاه را هم بگم که 6,400,000 تومانه. و اگر شما بخواید دستگاه رو تهیه بکنید میتونید به ما دایرکت بدید. و امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر از کانال یوتیوب ما رو تماشا میکنید حتما این ویدیو رو لایک بکنید، کانالمون رو سابسکرایب بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید. و اگر از اینستاگرام ما رو تماشا میکنید حتما لایک کنید و برامون کامنت بذارید. فرهام نیوز، رسانه لوازم خانگی.